کربلا رسیدم، وقتی که به کربلا میدونستم که اینجا کسی دست خالی برنمیاد. با خودم گفتم محاله، محاله منی که اولین بار دارم میام زیارت حاجتمو ندید. یا ابل فضل العباس، شما باب حاجات، شما باب حاجات. یکی از اعضای خانوادمون به بیماری کبد مبتلا شد. بعد از اینکه به دکترها و بیمارستانای زیادی مراجعه کردیم، همه دکترها به ما گفتن بیمار باید جراحی سختی بشه. در همون ایام بود که زیارت امام حسین علیه السلام نصیبم شد و راهی کربلا شدم. وقتی که به کربلا رسیدم میدونستم که اینجا کسی دست خالی بر نمیاد. به حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام مشرف شدم و با خودم گفتم محاله، محاله منی که اولین بار دارم میام زیارت حاجتمو نگیرم. کنار زری متوسل به حضرت شدم و با ناله گفتم یا ابوالفضل، یا ابوالفضل العباس، شما باب حاجاتی. هر کسی که به شما متوسل بشه خدا قطعا حاجتش رو روا میکنه و منم شفای بیمارم و فقط از شما میخوام، منو دست خالی بر نگرد. چند روزی توی کربلا بودم و وقتی که به شهر خودم برگشتم دیدم بیمارم و از بیمارستان مرخص کردم، اون هم دقیقا تو روز عمل. هر جور بود خودم و به بیمارستان رسوندم تا جریانو از جراحش بپرسم. وقتی که با جراحش صحبت کردم بهم گفت نمیدونم چطور شده که جواب آزمایش‌های جدید بیمارتون 180 درجه عوض شده و دیگه نیازی به عمل نداره. منی که از خوشحالی تو پوست خودم نمی‌گنجیدم خدا رو شکر کردم و فهمیدم این نتیجه توسل به حضرت عباس علیه السلام. مرام عباس است، ادب همیشه در عالم، به نام عباس است، ادب همیشه در عالم، به نام عباس است.